سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام لوپ ها رو توضیح بدم در پایتون و اینکه چند مدل لوپ داریم و یه سری نکاتی در مورد هر کدوم بگم. اول بریم با لوپ فور شروع کنیم. ببینید، فرض کنید یه لیستی از اعداد دارید، نمبرز 1 2 3. خب من با دستور فور میتونم یه لوپی بنویسم، یکی یکی آیتم های این لیست رو، حالا هر لیستی باشه، یکی یکی یه کاری رو انجام بده. میتونم بگم که فور نمبر این نمبرز پرینت کن نمبر. بچه دقت کنید، این میگه که به ازای هر عددی در این لیستمون یکی یکی برو اولین بار یک رو بردار پرینتش کن، بعد برو دو. هر سری لوپ تکرار میشه، میره آیتم بعدی و مقدار آیتم بعدی توی این نامبره. حالا مهمه که نامبرز اینجا لیستتون اسم لیستتون باشه، ولی این وریبلی که اینجا هست هر چیزی میتونین اسمشو بذارین. بنویسید نام، بعد این مقدار آیتم بعدی رو توی نام میذاره، شما دیگه اینجا بگین نام رو پرینت کن. ببینیم رو ران کنیم ببینیم چه جوری میشه. الان اومد یکی یکی پرینتشون کرد. این ساده ترین حالتیه که لوپ میتونین بنویسید. حالا توی این لوپ خیلی ساده میخوام عملیات های بریک و continue رو بهتون یاد بدم. ببینید، بذارید جدا جدا بزن. خب ببینید اینا کارشون چیه. break میاد هر جایی یه شرطی برقرار شد، شما میتونید بنویسید break، اون وقتی که از لوپتون همون لحظه که شرط برقرار شد خارج میشه. مثلا من میتونم بگم if num مساوی 6 بود break کن. خب بریم فرض کنیم هدف این لوپ ما اینه که یه لیستی رو بررسی کنیم و عدد 6 رو پیدا کنیم. دیگه وقتی 6 پیدا شد بریک کن، کلن از لوپ در بیا. ببین نتیجهشو ببینید. ببینید تا 5 پرینت کرد، بعد که به 6 رسید دیگه بریک کرد، از لوپ اومد بیرون، دیگه بقیهش رو به بقیهش نرسید اصلا، چون دیگه از لوپ اومد بیرون. این پس کاریه که بریک انجام میده و کلن از لوپ دیگه میارتتون بیرون. این به درد میخوره که جاهایی که شما دنبال یه چیز خاص هستید بریک کنید که دیگه زمان نذاره بره بقیه لیست رو بگرده. کانتینیو چیه؟ کانتینیو برعکس اینه، میگه که اگه اینو پیدا کردی هیچ کاری نکنم، به کارت ادامه بده، برو لوپ بعدی. یعنی باز مثل اولی همین کار رو انجام داد. حالا شاید بگید چه کار عبثی. ببینید شما الان فرق اینا رو متوجه بشید کامل، بعدن کاربردهاش میاد. یعنی میبینید کانتینیو اینجا چقدر به درد میخوره. مثلا شما یه اروری رو بگیرید، بگید اگه فلان ارور رو داد دیگه ارور نده، همینجور برو لوپ بعدی، اونجا کانتینیو به دردتون میخوره. خب بریک هم که خیلی جاها به دردتون میخوره. پس الان فرق کاربرد بریک و کانتینیو رو یاد بگیرید، بعدن کاربردهاش براتون پیش میاد. خب پس این از بریک و کانتینیو. حالا فرض کنید مثلا لوپ های تو در تو میخوایم بزنیم. حالا فرض کنید یه لیست دیگه داریم به نام آیتمز. یه سری من استرینگ یه سری آیتم ها رو میذارم، مثلا توپ، کار. فرض کنید مثلا یه سری اسباب بازی هن توی انبار یه مغازه. خب شما میتونید داخل این لوپ که نوشتید، یعنی لوپی که میزنه روی اینا، داخل اون یه لوپ دیگه هم بنویسید for item in items print نام و آیتم رو. خب الان ببین نتیجه این چی میشه. به ازای هر یکی که می نویسه، یعنی به ازای آیتم اول نامبرز، میاد همه اینا رو میره، یعنی یک بال، یک کار، یک برد. دوباره شماره نامبرزش رو عوض میکنه رو دو، باز دو بال، دو کار، دو برد، سه بال، سه کار. پس اینها لوپ های تو در توه که شما میتونید ترکیب های مختلف آیتم های نامبرز و لیست رو با هم داشته باشید. خب هرچی لیستاتون بزرگتر باشه ترکیب بندی های خیلی بیشتری خواهید داشت و در نتیجه خب کامپیوتیشنتون بیشتر میشه. شما حتی میتونید یه استرینگ بنویسید، مثلا به جای لیست من میتونم یه استرینگ بنویسم تو لوپ، بگم که الان ببینید چیکار میکنه. یکی یکی حروف این رو
اومد لوپ زد روش، سلام سلام یک، سلام دو، سلام سه. پس این لوپ زدن روی یه لیسته، به تعداد آیتم هایی که اون لیست داره لوپ انجام میده. بعضی وقتا شما میتونید خودتون مشخص کنید که یه لوپ رو چند بار انجام بده. مثلا من میخوام یه لوپ رو 10 بار انجام بده. برای این از دستور این رنج استفاده میکنم. اگه بخوام 10 بار انجام بدم، اینجا 10 میذارم. بعد این آی هر اسم پارامتر هر چیزی میخواین خودتون بذارید، ایکس بذارید، آی بذارید، وای بذارید، آی بذارید، هر چی میخواین میتونید بذارید. و آی میاد مقادیر 0 تا 9 رو میگیره، به خود 10 نمیرسه. پایتون اینجوری مقدار اول از 0 شروع میکنه و به مقداری که مشخص کردید و بهش نمیرسه. ببینید، پرینت کنید این رو توی این لوپ. الان ما یه لوپی زدیم که این مقادیر 0 1 2 3 4 5 6 7 تا 9 اومد، بهش نرسید. حالا میتونید بگید اصلا از 1 شروع کن تا 11 برو که از 1 تا 10 رو براتون بره. ببینید، ولی اگه مقدار اول مشخص نکنید از 0 شروع میکنه. در هر صورت مقدار دوم تا اون مقدار میاد ولی به خودش شامل نمیشه. پس اینم میتونید، به دردتون میخوره که یه لوپی رو میخواید یه تعداد مشخصی ران کنید. مثلا من میخوام بگم که بیا ایکس رو 10 بار در خودش ضرب کن. ایکس 2 باشه، این بزنیم 3، ایکس مساوی ایکس ضرب در ایکس. خب و پرینت کن ایکس رو. ببینید ایکس 2 بود، دفعه اول اومد به خودش ضرب شد 2 شد، دفعه بعد اومد به خودش ضرب شد 16 شد، دفعه بعد اومد به خودش ضرب شد 256. یه مثال خیلی ساده شد. بچه این از فور لوپ. نوع دیگه ای که لوپ میتونیم بسازیم وایل لوپه، که میتونیم بگیم که وایل یک شرطی و بعد کاری که انجام میده. وایل لوپ دیگه مثل فور لوپ نیست که شما مشخص کنید چند بار انجام بده. این تا زمانی که این شرطی که اینجا نوشتید برقراره اینو انجام میده. مثلا من یه ایکسی دارم، ایکس 5. من میگم که تا زمانی که ایکس کمتر از 60 بود پرینتش کن. ولی در این حال یه عملیات های ریاضی هم روی ایکس داره انجام میشه. مثلا ایکس هر دفعه با 1 جمع میشه یا با 5. بیاییم 5 تا 5 تا بره بالا. ایکس هر دفعه با 5 جمع میشه. بیاییم نتیجه شو ببینیم. اول 5 بود، بعد شد 10، با 5 جمع شد، بعد 15، بعد 20. به 55 که رسید با 5 جمع شد 60 شد. دیگه لوپ دیدین کوچیکتر از 60 نیست، چون مساوی 60 و دیگه ادامه نداد. این به چه درد میخوره؟ چون الان من خودم میدونم روی این چیکار کردم. گاهی مثلا اون اتفاقی که روی ایکس میفته خب خیلی پیچیده تره، داره مثلا مقدارش میره بالا میاد پایین، ولی تا یه آستانه شما میخواین دیگه اونو نره بالاتر. وایل باعث میشه که انقدر این کارو انجام بده تا زمانی که این شرط برآورده هست. حالا توی این هم شما میتونید بریک رو انجام بدید. میتونید بگید که اگه ایکس مساوی 40 بود پرینت یوهو، بعد بریک کن. ببین اگه بریک رو ننویسم، ببین چیکار میکنه، میاد بعد 40 یوهو رو مینویسه، بعد به ادامه میده. اگه بعد یوهو بنویسم بریک، اینجا دیگه یوهو رو که میگه دیگه میپره بیرون، بقیهش رو انجام نمیده. خب پس اینم اینجا به دردمون میخوره. پس هم به این شرط بستگی داره که تا کی اینو ادامه بده، هم به این. شما میتونید اصلا اینجا یه شرطی بنویسید که همیشه true و همیشه لوپ انجام بده تا زمانی که این شرطی که شما اینجا میگین برقرار میشه. مثلا من میتونم بگم که while true، چون دیگه این همیشه برقراره، این شرط از بین برنده نیست و این شرطه که تعیین کننده است. ببینید باز هم اتفاق میفته، به 40 که رسید قطعش میکنه. فقط توی وایل خیلی حواستون باشه، تا زمانی که این شرط برقراره میره و شما وسط هم هیچ بریکی نذارید یا یک عاملی که بازدارنده این باشه، که تا ابد این لوپ شما میره. ببینید دیگه هی داره به اضافه 5 میکنه، به اضافه 5 میکنه، به اضافه 5 میکنه.
دیگه هیچ کارش نمیتونید بکنید. نه، ولی این تا آخر میره. حالا راه حلش اگه گیر کردید توی لوپ وایل و هیچ دستوری نذاشتید که از توش بپره بیرون، با کنترل سی میتونید اون لوپ رو بشکنید. معمولا با البته اینجا اینتراکتیو موده، خب من با همین اینترابت هم میتونم لوپ رو بشکنم، اما اگه تو ترمینال بودید کنترل سی رو بزنید معمولا در میاد از توش. خب این از این. پس لوپ های وایل و فور رو یاد گرفتید، بریک و کانتینیو فرقش رو یاد گرفتید و اینا رو مفاهیم باشه که تو ذهنتون باشه و بعداً توی پروژه ها میبینید که ازشون خیلی استفاده میشه. خب مثل همیشه ممنون که همراه بودید. ویدیو بعدی حتما ببینید. فعلا خدافظ.